بچه های کوچیک به شدت علاقه دارن به داستان. اگر که شما یک سری داستان هایی که براتون اتفاق افتاده یا داستان هایی که شنیدید برای دیگران اتفاق افتاده، اینها رو یک جایی، حالا نه همش رو، در حد اینکه یادتون بمانه کلید واژه هاش رو ثبت کنید، یا حتی میتونید یه وایس کوتاهی از اون داستان برای خودتون یک جایی ذخیره کنید. اگه مجموعه این داستان ها رو در حافظه داشته باشید، در جاهای مختلف میتونید برای بچه های کوچیک کم سن و سال تعریف کنید و به شدت با علاقه گوش میکنن و به شما علاقه مند میشن، مخصوصا پدر مادرها که دوست دارن که فرزندانشون رو تربیت کنن. تربیت همیشه با نمیدونم این کارو بکن و اون کارو نکن نیست. خیلی از مسائل اخلاقی رو در قالب داستان میشه به فرزندان یاد داد، چون بچه‌ها معمولاً چیزهایی که میشنون متمایلن که انجام بدن، شبیه سازی کنن، خودشون رو شبیه افراد اون داستان کنن. بنابراین خیلی هم باید مراقب باشیم که هر چیزی تعریف نکنیم و چیزهایی که تعریف میکنیم جنبه اخلاقی و آموزندگیش بالا باشه. نقش داستان را در موضوعات تربیتی دست کم نگیرید و سعی کنید داستان‌ها و در واقع اتفاقاتی که در طول روز، در طول عمرتون، جاهایی که برای خودتون یا برای دیگران اتفاق افتاده، اونایی که مثبت هست، یه جایی ثبت کنید که بتونید یک جایی خرج کنید.